سلام، به کانال تلنگور خوش اومدین. در برنامه امروز میخواییم از ازدواج بهرام رادان بهتون بگیم. ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت صمیمانه‌تون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون از ما حمایت میکنین. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد و براتون مفید بود، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنین. بریم ببینیم همسر بهرام رادان کی هست. بهرام رادان، بازیگر مشهور، با انتشار پست اینستاگرامی شایعات مربوط به ازدواج خودش رو تلویحاً تایید کرد. بهرام رادان و مینا مختاری همزمان با روز 13 با انتشار ویدئوی مشترک در اینستاگرامشون رابطه عاشقانه خودشون رو علنی کردن. این ویدئوی رادان و مختاری رو در کنار هم نشون میده و در شرح اون اومده 13 تون به در، سال جدید پر از عشق. این پست و تبریک بسیاری از سلبریتی های ایران هم همراه شده. بریم ببینیم مینا مختاری کیه. مینا مختاری طراح لباس و صاحب مزونی به نام میمو هست که در اون مانتوهای طراحی شده توسط خودش رو به فروش میرسونه. از زندگی شخصی مینا مختاری اطلاعات زیادی در دست نیست. بهرام رادان متولد سال 1358 در تهران و فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامیه. او پس از خدمت سربازیش، زمانی که 21 سال سن داشت، دوره بازیگری رو در آموزشگاه هیوا گذروند. و همون سال برای بازی در فیلم شور عشق ساخته نادر مقدس انتخاب شد. چند ماه پس از اولین تجربه بازیگریش برای بازی در فیلم آواز خوب به کارگردانی سعید اسدی دعوت شد. او برای نقش آفرینیش در این فیلم در سال 80 نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشن خانه‌ای سینما شد. اما شهرت او در فیلم شمعی در باد به کارگردانی خانم پوران درخشنده در سال 82 شروع شد. و بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر رو براش برمغان آورد. رادان در سال 85 با بازی در فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی به اوج شهرت خودش رسید. و برای دومین بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. از دیگر آثار مشهور بهرام رادان میتونیم به فیلم‌های سینمایی گاوخونی، روز زرد، سربازهای جمعه، حکم، تقاطع، خونبازی، کنعان، بیپولی، پل چوبی، آتشبس و چهارراه استانبول اشاره کنیم. او همچنین تهیه کنندگی سینما رو در فیلم‌های الفزار و کارگردانی کاظم دانشی و گربه سیاه به کارگردانی کریم امینی رو هم تجربه کرده. بهرام رادان در دو سریال شبکه نمایش خانگی یعنی رقص روی شیشه ساخته مهدی گلستانه و جیران ساخته حسن فتحی حضور داشته. او تئاتر رو هم با کنسرت نمایش سی تجربه کرده. بهرام رادان همچنین در زمینه خوانندگی هم فعالیت داشته. او در سال 91 یک آلبوم موسیقی به نام روی دیگر با خوانندگی خودش منتشر کرده که شامل قطعاتی به زبانهای انگلیسی و فارسی بوده. جالبه بدونید که در سال 89 به عنوان اولین سفیر ایرانی برنامه جهانی غذا در مبارزه علیه گرسنگی منصوب شد. و همینطور در سال 96 مشعل بازی‌های المپیک زمستانی سال 2018 رو در سئول حمل کرد. رادان سالهاست که در زمینه مدلینگ هم فعالیت داره و با چند برند مشهور در حوزه‌های مختلف به عنوان مدل تبلیغاتی همکاری داره. او یه خواهر و یه برادر هم داره. اسم خواهرش جیلا و برادرش شهرام هست که هر دو بزرگتر از او هستند. شاید براتون جالب باشه که بدونید شهرام رادان متخصص طب سوزنی و ساکن آمریکا هست و همینطور جیلا رادان هم در ایران زندگی میکنه.
پدر بهرام رادان یعنی رضا رادان که یک سرهنگ بازنشسته ارتش شاهنشاهی بود، دی ماه سال 1400 درگذشت. و مادرش مهین دخت سهامی هم یک دبیر بازنشسته است و در قید حیاته. یکی از مباحث جالب در مورد بهرام رادان اظهار نظر راجع به همجنسگرایان بود. رادان در صفحه توییتر خودش قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کنگره آمریکا رو به اندازه لغو بردهداری یک رویداد تاریخی عنوان کرد. اما پس از چند روز طی فشارهای امنیتی موجود، احضاریه‌ها و چاپ مداوم مطالبی بر علیه او در روزنامه کیهان، مجبور به نوشتن نامه‌ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه کیهان شد و توییت خودش رو هم حذف کرد. پس از این بسیاری عامل نامه فرستادن او خطاب به کیهان رو تشدید فشارهای امنیتی دونستند. رادان در فیلم‌های سینمایی نظیر شور عشق، آواز قو، آبی در سال 79، طلوع تاریک و ساقی در سال 1381، گافخونی، آتش، روز زرد 1382، شمعی در باد، سربازهای جمعه، گیلانه در سال 83، رستگاری در 8:20 دقیقه و ازدواج صورتی در سال 84، حکم و تقاطع پدرام در سال 85، خونبازی، چهار انگشتی و سنتوری در سال 86، کنعان در سال 87، بیپولی، کارناوال مرگ، زادبوم، راه آبی ابریشم و تردید در سال 88، تهران 1511، نقطه بی بازگشت و آدمکش در سال 89، یکی از ما دو نفر در سال 90، پل چوبی، نقش و نگار و تراژدی در سال 92، نقش نگار و تراژدی در سال 93، آتش بس و عصر یخبندان در سال 94، به ایفای نقش پرداخت. او به تازگی از ازدواجش خبر داده و مینا مختاری همسر او هست. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.